Shubarg'on shahrining qalbida joylashgan Anqara Amir Alisher Navoiy masjidining binokorlik ishi 1393-yilda boshlandi. 1395-yilda binokorlik ishi bitib, omma yuziga ochildi. Shahrimizni chiroyligini orttirgan bu masjid do'st mamlakat Turkiya Jamhuriyati tomonidan qurilgan. 5 hektar yerni egallagan bu masjid me'morkorlik bobidan Usmoniylar davrini eslatadi. Istanbul'da ham shunga o'xshash Sulaymoniya nomli bir masjid mavjud. Ikki qavatda bino etilgan bu masjidda 4000 erkak va ayollar ayni paytda namoz ado eta oladilar. Shubarg'on shahridagi eng buyuk masjidlardan biri bo'lgan bu binoni qurilishida qariyb 4 million amerikalik dollar baho xarajat bo'lgan. Eski jami masjid o'rnida imor bo'lgan bu masjidni 27 metr yuqoriligi bilan bir katta gunbat, 22 bob do'konlari, 57 metr yuqoriligida 2 minor, yashil soha, 84 bob kichik gunbat, vuzuxona va boshqa kerakli suhuratlari bor.
دلسوزی کتابم را بر روی خاک بنویسم، جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم. مده از میوه باغت اگرچه بشکم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم. Shubirg'on shahrida Ma'rif bunyodi Amir Amonloxon saltanati davrida qo'yildi. Bu paytda Ma'rif 3 bo'limda: ibtidoiy yo boshlang'ich 5-chi sinfgacha, Rushdiya 7-chi sinfgacha va Adodiya ham 9-chi sinfga ekan. Ammo Shubirg'onda o'quvchilar 5-chi sinfga qadar dars o'tarkan. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchidan xush kelibsiz. Rahmat sizdan va timizdan ki bizlarga qiymatli vaqtlaringizni qo'yib keldingiz, bo'lga bizani ol ahvolimizdan ahvol olsangiz. O'shandek siz bilasiz, Jozjon mardimi bir ma'rif sevar, portalosh, kurashchang mardimdi. Bular ma'rif sohasida hamma narsalar jiddan talosh qiladilar ki bir yaxshi vaziyat, bir yaxshi موقفگه قرار تاپشلر رو چند تلاش کلده. معرف وضعیت الحمدلله جوزجانگه انچه یخشه، یعنی بشقه ولایت لگه مقایسه قلوز دیگنده جوزجان خیلی یخشه دماغ چمن. بو ولایت که 405 باب مکتب بار که منه 98 اوغل بالالر یا زکور مکتب لبوگن، 93 مشخص قز بالالر اوچون بگن و 114 هم قز و اوغل بالالر همه اصلا مختلط شکل ده درس و قدیگان مکتب لبگن که بو همه اصلا اوشه عالی درجه متوسطه و ابتدایی از اتواق لدگان کتگوریه بود. الحمدلله ازرگه چه 99% فایز مکتب لربز فال، بعض بر دوراله یا بعض ابتدایی مکتب جنگ ساحسی قرار تاپکن اوچون یا خط جنگ بوگن اوچون موقت برایلیک یا کمراغ مسدود بوگن مکتب لاروز یا بغلنگن مکتب لاروز بولده و اونو بزله قیت احالی ویلرگه یا متنفذین لانه کرسدکن جایلرگه اکثرا مساجدگه قیت باشلب در سرن ادامه برب، یعنی 99% مکتب لربز فعال ده. معرف بر کب کتا بوی که داره بویرده کتا جمعیت مصروف خدمت و تلاش قلده و معرف جامعه اساس و این مهم نهاد لردن بر بوگن بر مرجع و بویرگه هنچه تلاش قلسه یعنی هم کم ده بویلی من و بز شو کوتا مدت تورت یا تورت یرمایلی تصدی یا زمان خدمتم یا همکارلم هم برگه جدی تلاش قلمقته بز که معرفته و مشکلات لره که بزلن صلاحیت بزدن یا بزلن قلاله بزونه محلیه نقش بز بسه منو چون مختلف مرجله طریقه دن، مختلف نهادله طریقه دن تلاش قلاله بز و اوز پرسونال لربز یا مکتب لربز دیچیه بر تحرک ایجاد بلشو چن، بر تعهد ورتگه کلشو چن، هر کم اوز برچن، اوز مسئولیتن، لایه وظایفی گب ماس بجرشو چن همیشه اولان یقنن کور بوله منان صحبت لشه بولان معرفت اوزگرترشو چن دعوت بیرب و اولادن هم همکار لدن جدن خواهش بزشو بگن که آلدن قنچه شلی دیگم بسه، قنچه تلاش قلی دیگم بسه، اونن کبراخ تلاش قلیلی. آزر جامعه تقاضاسه، مردم تقاضاسه، انچه بلند معرفتن و همه منو ویلیده. اگر خاخلسه بزده وطن بزده بو بحران، بو مشکل، بو چالشتن وزاق قلماخ چه بسه، قد قرماخ چه بسه، یخش، توانا، پاسخگو معرف بز بولش گره.
بر معرف میاره بز بولش کرای منو چن همه تلاش قلد و بز لوز نباز بزگه قول بزدن کیگن برنامه لمنن تدابیر لمنن بو یولگه قدم قویگن بز وشان داخت که امکارلا آزر منگه یاد داشت بیرپتلا که وچ تا ابتدایی مکتب بز غیر فعال بولگنکن و اولا شاگردلر اشتراک کمگن توفایل یعنی ناعملی عامل توفایل یا به هر علت که بگن بسه بله مسود بگن بزدانه بر تیم بز بار که بارب احالی منن مردم منن نظارت تیمه بارب یقنن صحبت لشدله کور شده منو قینچلی لر ناختله دله قیرگه قنده بر مشکل بارکن که بو مکتب باقلنب ده منو عامل علت نمده بی جایلی مه یا که معلم یاخسز لیدن مه و یا هم احالی علاقه داشت بومگن مه نمه علتن منو مثل احالی طریقه دن دوباره بازگوشایی قلشو چن مردم ده تشویق ترغیب قلبز بران کمچلی بوسه بران کوتالی بوسه که معارف اونه طول درالده مثلا تعمیری یا تعمیر کرایسی هم یا اونگه مجبور بر خیمه کورش گیره یا بر بشقه مایده امکانات لن یرتش کرده کتاب ما قرطاسی ما بنه سلانه تشویق شکل ده که بزله یونسف دن و یا بشقه محسات لدن که توپ لایبز مار شاگرد لرو چن کمک بلده بلنی یتشتره دوباره احالی طریقه دن منو آچشکه انتلگم بز که انشالله بزله اکثرا منو موفق بگم بز موفق بله بز انشالله امیدوار من که کلاس سراغیزگه یا آینده برنامه دن ایلگره بو قلگن وچ مکتب بزده هم فعال قلب دوباره وشه برچ و مسئلیت بزده ملت بز تغرسی گه شو جامعه اولادو شاگردلاره تغرسی ها بجرگن برسی وشنده که سز معلوماتیز بار گوارشاد لیسه بنیاد تیکا طریقه دن معرف بنیاد معرف ترکیه ده مخشی من یاد ترکیه مردم تمانه دن قرشلگن و اولانه پالیسی سه شنقه که او قز بالالر رو چن تعمیر قرشلکن یعنی کبرا اوشن نسوان مکتب لارو چن تعمیر قرشاره کن اوشه زمانده گرچند گوارشات بیگم لیساسه آلدن بر مختلط مکتب بوگن آزرم مختلط اما منه اوشه قرارداتی که تیکا منم بوگن قز بالا لارو چن بنا اختصاص بیرگن و قز بالا لرگه تیگشلی ده تعمیر قرشلگن و بز شه آخرگه نیچه مرته اوشه مکتب مسئول لرمنن احالین تقاضاسی جواب بیرشو چون تیک شرب کردی اگر بلا قیتدن هم زکور شویرگه کیسه اغل بالاله و هم قز بالاله کیسه قنق امکان بارم حاضر مکتب بز اکی تایم یا اکی دورگه درس اوقیده لی یرتنگ تمان و بعد از پیشن و قنچه مکتب لربز بار که وچ دورگه درس اوقیده لف شونی هم اگر وچ دورگه بزده تنظیم قلگنده بر آلتو شبه مزهر دورگه نیاز کن که خیمه یا بر باشقه بر الحاقیه باید درس اوقسه و بز تلاش بز شو که فیلی زکور درس اوقو بلتگن جایده قلگه که ترش تلاش بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه bütün müminler kardeştir. Biz marif okulları olarak Afgan Türk okullarında Afganistan'daki öğrencilerin eğitimini daha üst seviyelere çıkarmak için geldik. Marif eğitim kurumları bütün dünyada çalışmalarını sürdürmektedir. Afganistan'da da bu çalışmalar bütün gayretiyle devam etmektedir. Okullarımızda daha bir yıl oldu çalışmalarımız ancak bu bir yıl içerisinde eğitimde ciddi bir gelişme, ciddi bir farklılık ortaya koyabildik. Biz okulumuzda her şeyden önce ahlaklı öğrenci yetiştirmek hedefindeyiz.
Ahlak dediğimiz zaman peygamber ahlakı, Kur'an ahlakı, kısaca İslam ahlakı ön plandadır. Bizim öğrencilerimiz her yönüyle mükemmel insan olması gereken şekilde yetiştirilecektir. Bu konuda gereken adımlarımızı atıyoruz ve öğrencilerimizle bizzat ben ilgilenerek, onlara sohbetler yaparak ve diğer öğretmen arkadaşlarım da bu konuda destek vererek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bilgi her zaman her yerde öğrenilir ama ahlak yaşanarak öğrenilir. Ahlak bir bilgi değildir. Ahlak bir yaşamdır. O yüzden kötü davranışlarından kurtulmak, güzel davranışlara geçmek bir eğitim işidir. İşte biz bunu başardığımız gün Afganistan için en güzel hizmeti yapmış olduğumuza inanacağız. İnsanlar hep öğrenme gerekir diye zannediyorlar. Öğrenmek yetmez. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi yararsız ilim hamallıktır. Biz öğrenelim, 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 bunu uygulamayalım. Bunun hiçbir yararı olmaz. Eğer biz yalan söylemenin kötü olduğunu öğrenip de hala yalan söylüyorsak, eğer biz ihtiyacı olana yardım etmenin gerektiğini öğrenip de hala fakirlere, ihtiyacı olanlara yardım etmiyorsak, eğer biz söz vermenin önemini bilip de söz verdiğimiz halde sözümüzde durmuyorsak, işte o zaman öğrendiklerimizin bir yararı olmaz. Eğer bizler güzel şeyler öğrenip bunu hayatımıza uygularsak ve öğrencilerimize de bunu bu şekilde alıştırırsak, işte o zaman ahlak konusunda bir adım ileri gitmiş oluruz. Tabii ahlak bakımından güzel bir sonuca gelen öğrenci, eğitim öğretim bakımından da aynı sonuca gelecektir. Bilgiyi öğrenecektir, başarılı olacaktır ve sonucunda bu çocuklar ülkesine yararlı olacaktır. Biz okulumuzda öğrencilerimize Farsça yani Darice, Peştunca derslerini, dillerini öğretiyoruz. Bunun yanında İngilizceyi ve Türkçeyi öğretiyoruz. 8. sınıfa başlayan öğrencimiz daha o yıl Türkçeyi ve İngilizceyi çok iyi bir şekilde öğrenmiş oluyor ve derslerini, matematik ve fizik, kimya, biyoloji derslerini İngilizce öğreniyor. Tabii eğitim dili İngilizce olunca o öğrenci doğal olarak İngilizceyi çok iyi öğrenmiş ve matematiği, fiziği İngilizce olarak öğrenme seviyesine yükselmiştir. Bunu başarmak gerçekten çok önemlidir ve biz bunu başardık ve okulumuzda bu sistem bu şekilde devam etmektedir. Başkalarının yaptığı gibi zora geldiğimizde işte Farsça matematik, Farsça fizik yapmıyoruz. Mutlaka öğrencimiz matematik, fizik, kimya derslerini İngilizce olarak öğrenmekte ve bunu hem bu şekilde anlatan öğretmenlerimiz var hem de kitaplarımız bu şekilde. Öğrencilerimize bu kaliteli eğitimi vermenin akabinde biz çok başarılı öğrencilerimizi Türkiye'ye gönderiyoruz. Orada üniversitede okulmasını sağlıyoruz. Onlara burs imkanı sağlıyoruz. Böylece çocuklarımız Türkiye'de veya daha başka yerlerde okuyabilecekleri alanlar oluşturmaktalar. Böylece oralarda eğitimini tamamlayıp Afganistan'a gelen öğrencilerimizin bu ülkeye hizmet etmesini umuyoruz. Tabii biz onlara vatan sevgisi, ümmet sevgisi vermeye çalışıyoruz. Bu duyguları alan bir kişi tabii ki ülkesine hizmet etmek için elinden geleni yapacaktır. Hazirin gırami, İdare-i Talimat Tekniki ve Mesleki Kişver که به تازگی طور مستقلانه آغاز به کار نموده و از بدنه وزارت معارف مجزا گردیده است و در این مدت زمان کوتاه دستاوردهای چشمگیری دارد که از آن جمله ایجاد ریاست عمومی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی معاونیت امور اکادمیک مالی و اداری در شبکات تشکیل مرکز
همچنان تفویض صلاحیت های مالی و اداری به آمرین تعلیمات تکنیکی ولایات، انتقال 18 بسته اداری به آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایات که انقریب تشکیل آن به این ولایت نیز مواصلت خواهد ورزید. ایجاد سیستم استاد شاگردی در 20 ولایت کشور که از آن جمله در اینستیتوت زراعت و وترنری جوزجان و همچنان لیسه زراعت آخچه نیز این سیستم ایجاد و فعالیت آغاز نموده است. دوستان گرامی، در این اواخر طرح توسعه مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی تدوین یافته که در آن ایجاد یک لیسه مسلکی در هر ولسوالی در نظر گرفته شده است که با جناب والی صاحب نیز در جریان مانده است. اینستیتوت تکنیکی جوزجان با داشتن 64 تن از اساتید و کارمندان خدماتی و اداری برای تربیه حدود 700 تن از محصلان در رشته های برق قوی، تکنولوژی نفت و گاز، تکنولوژی موتر، راهسازی و میدانسازی و انجینری تعمیرات ساختمان، محصلان و جوانان را تعلیم و تربیت می دهد. همانطوری که می دانین، استراتژی تعلیمات تکنیکی و مسلکی تربیه کادرهای فنی و مسلکی در مدت زمان بسیار کوتاه می باشد. مکاتب اینستیتوت تکنیکی و مسلکی با آموزش مهارت‌های مسلکی، فن‌های مسلکی و رشته‌های مورد نیاز جامعه جوانان را تربیت می‌کند و به مدت کوتاه تقدیم جامعه می‌کند. در این اینستیتوت فارغین صنف 10 می‌آیند تا صنف 14 می‌خوانند که دوره 5 ساله است و همچنان دوره 2 ساله داریم که فارغین صنف 12 مکاتب شهر و ولایات و از طریق کنکور و همچنان از طریق امتحان داخل خود اینستیتوت اینا جذب میشن. اینا را در رشته های مورد نظر تکنیکی و انجینری ما تربیت میکنیم که خوشبختانه ما در طول سالیان متمادی که از بعد تاسیس اینستیتوت جوانان بسیار نخبه، افراد بسیار شایسته، کارگران بسیار ماهر، تکنیشن های بسیار ورزیده را تربیت کردن و تقدیم جامعه کردن که ما امروز انشالله شاهد نمایش کارهای بسیار بزرگ و مهمه که در سطح افغانستان کم نظیر است. رشته هایی که اینجا تحصیل کردن محصولات به نمایش خواهد گذاشت که البته به شکل بسیار مختصر. و اینستیتوت تکنیکی و مسلکی هم یکی از شاخه های پوانتون جوزجان میدانیم ما، به خاطر که رشته هایی که فعلا در اینستیتوت تکنیکی تدریس میشه و همون رشته ها فعلا در پوانتون جوزجان از سالهای خیلی متمادی فعالیت داره، خصوصا در رشته معادن یکی از اینستیتوت های خیلی عالی و برازنده در سطح کشور ما محسوب میشه و ایره همه ما شما میدانیم که افغانستان عزیز ما، کشور عزیز ما معادن خیلی وافر در خود جا داده که از او جمله یکی از رشته ها رشته نفت و گاز است که شما دو رشته تحصیل میکنین و میگذارین معادن دیگره و هم قطارهای دیگه ایتان که در رشته های مشخص خودشان تحصیل کردن. و امروز اگر شما مشاهده بر معادن نفت و گاز در افغانستان بکنین، بیشتر از 500 ساختمان در افغانستان فعلا هوی نفت و گاز است که نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته از او جمله تنها 15 ساختمان از این که اگر شما آگاهی داشته باشین مورد اکتشاف و یک تعداد از اون مورد استخراج قرار گرفته، اما متبقی معادن فعلا سرپوشیده به حالت ابتدایی خود قرار دارد و استخراج این معادن، تفحص این معادن و اکتشاف این معادن به شما انجینران جوان ضرورت داره که انشاءالله و تعالی با اندوخته های علمی و مسلکی خیلی عالیتان میتونین در استخراج معادن نفت و گاز که به خاطر رشد اقتصاد کشور عزیز ما نقش مهمی را داره سهم بگیرین. من مطمئن هستم قسمی که عامر صاحب ذکر کرده
اکثریت درسای شما شکل عملی را داره و ما شاهد هزی بودم. اکثریت معاصرینی که از دانش تکنیکی بر ما معرفی میشن واقعا همو معاصرای تاب ما هستن فعلا. و ما از معاصرینی که از اینجا جذب کردین در اکثریت صنف‌های انجینری ما اول نمره، دوم نمره و سوم نمره هستن و این هم از زحمات استادای شما و تلاش های مدبرانه عامر صاحب محترم انوشت تکنیکی شما هست. و من من حیث مسئول نهادهای تحصیلی در ولایت جوزجان هم از شخصی و هم از دولتی این وعده را بر شما می سپارم که انشالله بعد از فراغت شما از صنف 14 امو ظرفیتی که پوهنتون جوزجان فعلا داره در تمام رشته ها انشالله می پذیریم و بعد از اتمام دو سال بعدی تحصیل انشالله شما را به جامعه تقدیم خواهد کردیم. استیشن برق بیاد گروپ در شهر شبرغان به ارزش حدود 40 میلیون دلار آمریکایی از سوی وزیر مالیه، وزیر انرژی و آب و مقام‌های محلی و امنیتی جوزجان افتتاح گردید. مسئولان در ریاست برشنا شرکت جوزجان میگویند 40 مگاوات برق را بیاد گروپ از گاز طبیعی این ولایت قرارداد نموده است که قریب 40 میلیون آمریکایی دلار بها خرجت اولگان بیاد گروپ بر استیشن جوزجان ولایتی آچیدند. سیز لندندن بی بی سی کورساتون تماشا قلماقتا سکونینگ باشقا خبرلار. جوزجان ولایتیده گازدان برق ایشلبچی اوروچی ایلک دستگاه ایش باشلادی. شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری جناب محترم بیاد صاحب افتتاح شد که البته پروژه مسکون ظرفیت تولید 40 مگاوات انرژی را داشت. امیدوار هستیم که بعد این بار به پروژه های دیگری از آن هم همکاری شما را میخواهیم. امیدوار هستیم که جوزجان هم یکی از بلندهای باشد در سال آینده، بلندهای پیشرفته و توسعه یافته قرار بگیرد. مشترکم با برشنا شرکت ما دو راه داریم. ما فعلا در کناری که برای تولید انرژی برق و کمک اداره محترم مشارکت آقا خصوصی وزارت مالیه ما جلب طبیعی گاز و نفت تفاوسی مملکتنی شمالی منطقه‌لرده برنچی بار اونو چیزو اون اتلانچی یلدن باشلندی. او زمانده معادن مستقل ریاستی اینلا نداکت پلاریشن کمپانیسی بدن بو توغرده ایش بجرش اوچون قرارگه قول قویده. اونو چیزو 29 یلده خصوصی تشبسلر نتیجهسیده نفت چقاروچی اکی شرکت تأسیس ایتلده. بو توغرده کدر تربیلنشی اوچون 1334 یلده برنچه مکتب سرپول شهرده آچلده. دو تن از وزیر سیبایی که کابینه افغانستان آمد در یتیمتاق پروژه بزرگ را بخشش را افتتاح کردن و بخش دیگری را هم پیشرفت کار را نظارت کردن و بررسی کردن که در یک ماه بعد انشاءالله پروژه بزرگ افتتاح میشه و ارتباط میگره به شما. اینمی درس علم شما، اینمی مسلک که شما خواندین، جیولوژی معدن و برق انرژی، اینمی بخش است که امروز بزرگترین سرمایه گذار منطقه سکتورهای خصوصی 100 میلیون دلار در خاک شما سرمایه گذاری کرده. و ای افتخارات را شما جوزجانی ها دارین که هم منابع بزرگ زیر زمینی که نفت گاز از در زیر تپه های خاکتان مدفون است، پنهان است و آیسته آیسته یکی بعد دیگر استخراج میشه. دو حلقه چاک دیروز افتتاح شد، یعنی تکمیل شده با توسط شرکت چینایی ها، ارزشی از 14 میلیون دلار بود که مصرف شد، حفر شد. به تعقیب از دیروز دو حلقه چای دیگر را در اعلان قرارداد شد، در اعلان دادن 17 میلیون دلار هست. دو حلقه چای دیگر هم به ارزش 17 میلیون دلار در یتیمتاق جوزجان حفر میشه. و به تعقیب از در حال بررسی و سروی سه حلقه چای دیگری است که
هر زمانی که این دو حلقه چای که به قرارداد داده شد و تعقیب از او سه حلقه چای دیگر هم آفر میشه. هر حلقه چای که آفر میشه قیمتش مصرف یک حلقه چای بالاتر از 7 میلیون دلار است. از 7 میلیون تا 10 میلیون دلار ازش قرارداد میشه. زمانی که بانک جهانی و بانک آسیا و جامعه بین المللی و سکتورهای خصوصی به این انداز که در سرزمین در تپه‌های خاکی شما سرمایه گذاری میکنه، او توسط شما مدیریت میشه که امروز درسش میخوانیم و فراغت حاصل میکنیم. بنان کسی هیچ جوان مرا بیا که ما از اینجا فارغ میشیم چی میشیم چی میخوانیم، بالاخره قدر ما را کی میفهمه؟ ما براتان اطمینان میدیم که اینمی انسان‌ها خو انسان‌ها هر تپه جوز و جان به شما ضرورت داره. هر توده خاک ای جوز و جان که دیر زیر از او منابع بزرگ زیرزمینی هست، به علم شما، به دانش شما، به تحصیل شما، به تعلیم شما، به خود شما ضرورت داره. و شما هستین که مالک این تپه ها هستین و شما هستین که مالک این گنجه های بزرگ که در زیر زمین هست و شما هستین. و شما وقت این ملکیتتان را تصرف کرده میتونین که از اینجا فارغ شوین و درسی از این را بخوانین. بنابراین شما فارغ شدگه های در انستیتوت تکنیکی بفهمین که آینده اینمی سرزمین برای شماست و شما مالک خاک هستین که را مدیریت کرده میتونین. پروژه ای که 90% کارش تکمیل شده در یتمتاق، پروژه توربین گازی یا بیاد پاور که شرکت خصوصی بیاد گروه در اونجا دستگاه نصب کرده به ارزش 56 میلیون دلار تنها خود از را خریداری کرده. 56 میلیون دلار دستگاه توربین گازی را آورده در یتمتاق نصب کرده، با ملحقات آن 70 میلیون دلار در اونجا سرمایه گذاری شده. فعلا 10 نفر انجینرهای آمریکایی، روسی و ترکی در اونجا کار میکنه. انشاءالله در یک ماه، بیشتر نه، تا در یک ماه این برقهای وارداتی ترکمنستان قطع کرده میشه، از برق گازتان برای شما وصل میشه. نه تنها جوز جان، برای اولین بار از افغانستان از برق تولید گاز در کشور خود استفاده میکنه، او هم در جوز جان. و این چیزی هست که تقریبا فعلا 46 مگاوات برق از این تولید میشه و 46 مگاوات برق هم در جوز جان هم در سرپور با تمام ولسوالیاش زیادی هم میکنه. حال اینا کوشش میکنن زمانی که برق که با این توربین وصل میکنن این برق ما زیادتر مصرف کرده بتانه 20 مگاوات، 26 مگاوات از این خریدار کار داریم. در دا کجا بتیم این برق؟ تا حال ما پشت برق میگشتیم، حال برق پشت مشتری میگردن. حال کوشش میکنیم که برای برقی که از امکانات خود تولید کردیم سری از سکتور خصوصی سرمایه گذاری کرده و حکومت توجه کرده، حال ما بتانیم که از این برق خوب استفاده بکنیم و مردم ما برای برق تولیدی کشور خودشان او استفاده بکنند و برق بسیار قوی و عالی انشاءالله و یاری پروردگار. و به تعقیب از او این شکلی است که فعلا انجینرهای تصدی افغانگاز و نفت و تفحصات شما در صدد یزک چطور بتانند که زودتر برای ماشین برای دستگاه گاز را رسانده بتانند. سر پروسس گاز، سر از تجرید سلفر از فعلا به شدت کار جریان داره، شبانه روزی کار جریان داره. به این معناست که شما این چیزهایی که در زمانی که کار بخیر شروع میشه، نه تنها شما، ده ها جوان ما که قبل از شما فراغت حاصل کردن برای همه از اونها کار پیدا میشه. و حتی دیروز با وزیر صاحب معادن هم صحبت شد، همه کارگرایی که چه در بخش تکنیکی چه در بخش های دیگری که در اونجا استفاده میشه، عموما از جوانهای تعلیم یافته اینمی سرزمین و از خود جوان استخدام شود.
و اونا این تعهد را سپردن. همه کارمندا بجز یک دو نفر مسلکی که اونا مدیریت میکنن یا رهنمایی میکنن برای موقتا و هم حاضر میشن و باقی همه افراد مسلکی که از این بخش گرفته میشه از افراد از جوانان تحصیل کرده خود جوانان گرفته میشه. بنابراین برای شما یک خوشخبری هست و یک پیام بسیار واضح و روشن هست و همه دین روز ببینید دین روز با وجودی که مسائل امنیتی هست، با وجودی که مصرفت های زمان هست، در اونجا از چهار وزارت، هم از وزارت مالیه و هم خود وزیر انرژی برق و هم خود وزیر معادن پترولیم و هم رئیس عمومی برشنا شرکت، خودی از هر چهارشان با 8 نفر دیگر و حاجی اسماعیل معاون بنیاد بیاد گروه آمدن یتمتاق، همه پروژه ها را دیدن کردن و موضوع ها بررسی شد. دو پروژه افتتاح شد، دو پروژه قرارداد رفت و باقی مانده که یک ماه بعد بخیر پروژه بزرگی که وصل برق است افتتاح میشه و همه ما شما شاهد از می باشیم. اما چیزی که بسیار جوانان محترم من خدمت شما میگم چی است؟ من سال گذشته تعداد را پرسان کرده بودم، انیست تکنیکی تقریبا 2000 شاگرد داشته میدونم و امسال پرسان کردم گفتن که بیشتر از 700 نفر. این برای ما خوشایند نیست. چرا؟ علت چی است؟ شاگردهای ما مایوس است، خانوادهشان کم علاقه هست، یا در آینده امیدواری ندارن، یا کدام کمی کاستی از ما است که خفه هستن. اینی از ما در مجموع مدیرین مجریین این اداره چی هست؟ و در حالی که تشکری میکنیم از کشور دوست و برادر ترکیه که چنین تعمیر زیبای همه لوازمات یک شاگرد را سنجیده، از ماشین کالاشویی گرفته تا هدوی از او، از اتاق درس گرفته تا اتاق خوابی از او، از چپرکت خواب گرفته تا روجایی از او، از میز مطالعه گرفته تا تباشر قلمی از او، و امروز هم برلا صاحب خوشخبری داد که به ارزش 5,000,000 لوازمات دیگر هم میرسه. همه این خدمت ها شده و هیچ چیز هم کم بود نمانده. باز چرا؟ باید اگر در سال گذشته اگر 2000 بود، امسال باید 8000 شاگرد میشد.
گردم سیاست باش برخان می روان یا سیاست باش برخان می روان یا و سیل لاله های نو بهارا و دشت خواجه چینو نجا کن میدوم یا مزار شای مردم میدوم یا مزار شای مردم میدوم یا از و قدرلی تلویزیون کوروچیلار نهایتا ایسا من بو شبرغان شهرنین تاریخ مستنده هم بیت اوشنده که بلاسیز قش فاصله یقلشیب کلماقتا سوق هم جدا آغر باشلنگن بو کن هم شبرغانده جدا سوق بر هوا بزنه شبرغان شهرنه تاریخ مستنده نامله تیارلنگن معنوی سوق دستورانه کوروب چکدنگز استایمز توجه لنگن مرغوب واقعی بولگن بولسه biz bilan ulashib fikringizni bildirish uchun televizion yoyillarda yozilgan telefon raqamlar va email adresi orqali ulashib fikringizni bildira olasiz. Yana uchrashguncha kelasi barnomalarga qadar har biringizni Ulug' Tengri taolaga topshiramiz. Xayr, omon qoling.